سلام میگم به همه شما بینندگان برنامه دختران سارا. راشین هستم و با فصل دوم از این سری برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم و همونطور که خیلی از شما عزیزانی که با ما همراه هستید مطلع هستید، این برنامه ها در مورد هویت هست، شخصیت های کتاب مقدس که در راستای هویت اونها رو بررسی میکنیم و خیلی خوشحالیم با خواهر لوئیس دوباره در خدمت شما عزیزان هستیم. ممنونم راشین جان. همینطور منم به نوبه خودم به بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. حقیقتا خوشحالیم، این باعث افتخاره که همراهی شما رو در طول این برنامه های دختران سارا با خودمون داریم. این قضیه رو راشین جان در صحبت هایی که اول برنامه گفتید در مورد هویت و این چیزا، ما شخصیت های مختلف کتاب مقدس رو در رابطه با نقاط ضعف یا نقاط شدت این عزیزان صحبت کردیم، شخصیت های مختلف کتاب مقدس. اگر موافق باشید امروز در مورد حنا مادر سموئیل با هم یه صحبتی داشته باشید. چه زنی هم هست. آره بله، یکی از شخصیت هایی که من بازم خیلی دوست دارم، چون در اوج ناامیدی ولی به امید پناه برد. یعنی از آنچه که میخواست باز نایستاد، هرچند که شرایط سخت بود، حالا میخواهیم دید، ولی در واقع از خدا گرفت. بله، شرایط قضیه حنا یه مقدار حالت شاید آشنایی باشه برای بعضی از بینندگان که از شرایط مشابه عبور میکنن یا کردن، و البته نمیتونم بگم که خیلی عمومی همه این مسئله رو دارن، ولی مسئله آشنایی هستش. در طول زندگی برخورد میکنیم با این چیز، و اونم مسئله نازا بودن هست و شرم و یا بی‌ارزشی و اون حس حقارت، حس این که من در مقام زن اونطور که باید نمیتونم یه مادر باشم. این رنج میده، یک رنجشی هست اونجا. خب ما در مورد حنا بابهای یک و دو کتاب اول سموئیل در موردش این رو میخونیم، چون نویسنده کتاب پسر خودش هستش. اینه که جزئیاتی که اینجا داده شده خیلی خوب و دقیق هستش. آنچه که در مورد حنا ما میفهمیم اینه که این همسر یک شخص افرایمی هست به اسم الغانه. الغانه افرایمی. الغانه دو تا همسر داشت، یکیش فننه، یکیش حنا، که به احتمال زیاد حنا همسر اولش بوده، چون کلام خدا میگه همسرشو دوست داشته، ولی به احتمال زیاد چون بچه دار نمی شده و این مسئله وارث و مسئله ارث، این ورثه مسئله بوده در زمان که این مال و حال به کی میرسه، به خاطر ورثه اینو میرفتن همسر دیگه میگرفتن. به احتمال زیاد حنا بوده همسر اولش، و چون نازا بوده الغانه میره یه زن دیگه میگیره، و همسر دیگه به احتمال زیاد فرزندان دیگه ای داشته، حتما هم داشته، برای اینکه اینو تحقیر میکرده. آفرین. به حدی بوده میگفت غذا نمیخورد، ترش رو میشد، میرنجید، تازه رو شوهرش عصبانی میشد، غورش رو به شوهرش میزد. در حال اینطوری که از شخصیت الغانه میفهمیم، الغانه یک مردی مذهبیه، به نظرم مرد صالحی میاد اینطور که از حرفاش میفهمیم، و همینطور این که میبینیم هر سال میره به شیلو برای عبادت، یعنی اون چیزای مراسم مذهبی رو حواسش هست و به دقت انجام میده، و خب برای عبادت و قربانی گذروندن میگه به همراه زنان و فرزندانش میره. کلام خدا میگه موقعی که موقعی تقدیم هدایا میشد، میگفت به زنها و بچه هاش میگفت یک قسمتی میداد، به اونا هم یه چیزی میداد، اونا هم تقدیم کنن، ولی وقتی به حنا میرسید به اون دو برابر میداد، میگفت مضاعف به اون میداد، چون حنا رو بیشتر دوست داشت. پس به خاطر همین مسئله نازایی در واقع رفتی که همسر دیگه گرفت. و یه جمله به الغانه به حنا میگفت زمانی که حنا گریه و زاری میکرد. آره. حتما گریه و زاریش هم زمانی بود که تحقیر در عبادت میرفتن. بله، و تمیدی تحقیرهای فننه رو. آره. بهشون جمله رو میگفتش که خب چرا گریه میکنی، من برای تو از 10 تا پسر بهتر نیستم. واقعا به یک نحوی آرداشون دلداری میداد. دلداری میداد، آره دقیقا، یعنی دردشو میفهمید، قابل درکم بود حقیقتش. خب حنا
صرفا به خاطر نازا بودن او رو تغییر میکنه. ما نمیگیم که زن زشتی بوده یا زن کچخلقی بوده، نیست، نمیبینیم همچین چیزی باشه. تنها ایرادی که در این مورد بود مسئله نازایی او بود، یعنی یک مشکل پزشکی داشته، ولی سر این قضیه میبینیم که فننه بهش فخر میفروشه، اذیتش میکنه و کلام خدا میگه که قشنگ میگه که او را خشمناک میساخت. بله، کلمه خشمناک، یعنی به حدی میرسید که عصبانیش میکرد. خب چقدر دیگه میگیم، ما فارسی میگیم طاقت طرف طاق شد. واقعا فننه یک بلایی به سر این بیچاره حنا میآورد که طاقتش طاق شده بود. ولی یه چیز رو متوجه میشم من، حالا این برداشتم، شاید شما یه برداشت دیگه ای دارید در این مورد. من اینطور میفهمم که انگاری حنا این حقارت رو پذیرفته و باور کرده که به عنوان زن نمیتونه مادر باشه، چون از عکس العملهاش میبینیم رو شوهر عصبانی شده، یا به این سر و اون سر، یا غذا نمیخوره، غر میکنه، یه جوری رنجیدگی از اونجا. انگاری پذیرفته من زن نازا، من نمیتونم مادر بشم، تو اون ساکنه، تو در اون بر. خب صد و خب حقارت تحقیرهای هووش هم خب تاثیر داشت دیگه. توی محیطی که دائما بهش فخ میفروشن و شاید نمیدونم بچه های اون هم نمیدونم به این روی تحریک میکرد که بچه های اون هم به اون به قول معروف یک فخری بفروشن، یک اذیتی بکنن. پس همه این هم به قول معروف دست به دست هم میداد تا حنا یه آدم ترشروی بشه، آدم خشم بگیره روی حالا همسرش. حالا نمیدونیم دیگه رابطهش با هوف چطوری بوده ما اینها از لحاظ گفتاری، پس در واقع همه اینها دست به دست هم میداد تا این دائما به قول معروف این حس داشته باشه. و من چند بارم توی این سری برنامه ها تکرار کردیم بله. که به هر حال نازایی، چون در کلام خدا میبینیم بعضی وقتا اگر خدا روی یک زنی میخواست یک تنبیهی بیاره یا لعنتی بیاره، یا در مصر میبینیم که رحم زنها رو بست، یا مثلا حفاظتی باشه یا فکر کنم همسر داوود بود که وقتی داوود رو مسخره کرد میگفت رحمش رو بست. پس به یه نحوی میتونست نشانه لعنت الهی یا اون تنبیه الهی هم باشه. و خیلی وقتا زنان نازا شاید در اون زمان اینم هی با خودشون میگفتن، مخصوصا زنان یهودی، که پس من چی کار کردم؟ آیا لعنت خدا روی من هست؟ آیا حتی در مورد راحیل میبینیم که راحیل کلام خدا میگه رحمشو خدا بس، چون که میدید که شوهرشون رو بیشتر از خواهرش لیه دوست داره. پس به یه نحویش اینطوری هم اونم همه اینها با هم این احساسو در او به وجود میآورد. یه باور غلطی بوده در این مورد، ولی خدا رو شکر ما این مژده هم در عهد جدید داریم در این مورد. اون در مورد کور مادرزاد ازش اومدن شاگردا، چون همین باور رو داشتن، ازش از عیسی اومدن پرسیدن کی گناه کرد، این خودش گناه کرد یا پدر مادرش؟ عیسی چی گفت؟ هیچ کدوم اینا، تا جلال خدا ظاهر بشه. خیلی از این نازایی ها که بعداً به شفا می انجامه، از جمله قضیه حنا یا راحیل، ما میبینیم که اینها یا خود مسئله سارا که شفا پیدا میکنه رحم، در واقع یه چیزی برای جلال خدا. یعنی نه لعنت، نه این وسط یک علت خاصی از بگیم یک پدر مادر گناه کردن، این همچین چیزی نیست، ولی برداشت عمومی این بوده که یه خبری بوده پشت قضیه که این بلا سر این دختر اومده. و در هر حال القانه به عنوان شوهرش خیلی سعی داشت این باور حنا رو تصحیح بکنه. بهش چی میگه؟ همونطور که خوندید شما، که آیا من برای تو از 10 تا پسر بهتر نیستم؟ یعنی من واقعا دارم اندازه یه 10 تا پسر تو رو احترام میکنم، تو رو محبت میکنم، تو رو هنوز تو همسر محبوب منی. یعنی میبینیم که اثر نداره روی حنا. حنا رو همون اون به اصطلاح باور غلطش هست که من نمیتونم مادر بشم. از کجا اینو میفهمیم؟ از نحوه دعایی که میکنه. وقتی که میره به معبد دعا میکنه، خیلی کلماتی که استفاده میکنه، به من حقیر، به من کنیز، خیلی پایین، گرچه نشانه فروتنیه وقتی که میریم به حضور خدا، ولی اینطور از لحن حنا میفهمم که بیشتر در قسمت نقص عضو و
پذیرش این مسئله که من حقیقتاً مادر نخواهم شد، این یه چیز غیر ممکن برای من خواهد تو اون ساکنه. فکر من اینه حقیقتش. حالا نمیدونم شما در این مورد چی فکر میکنید. واقعیت هم بود دیگه، برای اینکه به هر حال به غیر از معجزه هیچ چیز دیگه نمیتونست اینو دخیل بکنه. به هر حال باید دست خدا میبود تا خب تو خیلی من واقعا ما معجزه دیدیم، الان هم میبینیم. بله بله، که در واقع خب فقط یه معجزه بود. ولی و حنا هم یعنی میدین دیگه هیچ امیدی نیست، فقط رفته بود به درگاه خدا. آره. یعنی فقط دیگه تو هستی دیگه. آره. حالا نمیدونم با خودش گفته همه کارا رو هم کردم، فقط تو هستی که. و این نقطه از شخصیت حنا رو من دوستم. در واقع با تمام اینها، با تمام چالش هایی که داشت، رفت نزد خدا. حالا شاید توی یه سری مثال های دیگه میبینیم افراد دیگه که نازا بودن در کلام خدا، توی اونها حنا بود که در واقع رفت به حضور خدا با همون تلخی جان، با همون رنجودگی، ولی رفت از خدا. که حتی وقتی که داشت در معبد بود گریه میکرد، زاری میکرد، ایلی اومد و فکر کرد مسته. آره، و من مست نیستم، کنیز تو مست نیست، کنیز تو دیگه جونش به لبش مسئلت داره. برای یه مسئلتی اومده به حضور تو. این خیلی جالبه چیزی رو که اشاره کردید. واقعا دعایی هم که میره حنا میکنه در معبد، اتفاقا یکی از دعاهای بسیار معروفه. بله. و از یه دل پر از درد، خالص، از یه دلی که واقعا نیازه چی دیگه به قول شما طاقتم تاق شده دیگه، من خسته شدم از نیش زبونای این حوود، خسته شدم از این مسئله چی میگن این که این برچسب حقارت بر من باشه. با یه دلی پر از درد اومده و میبینیم که دعای حنا یه دعای با هدفیه اینجا. نه. توش یه هدف داره، جایی که میگه که این در سکوت لبشو اینجوری میکرده، ایلی کاهن گفتید شما فکر کرده این مسته که اومده و برگشتم بهش این مسئله رو اشاره که گفت نه من مست نیستم، من با تلخی جان خودم رو به حضور خدا ریختم. یک خلوصی اونجا هست در دعای حنا، ولی یک واقعا زیبایی هم هست در چیزش که دعاییه که توش هدف داره، توش بها داره. برای اینکه میگه که اگر تو میخوای لطف بکنی به این کنیز خودت، به خدا اینو میگه، میگه که اگر به من فرزند پسری بدی، من قول میدم که این فرزند رو به تو تقدیم بکنم. و اینو میده به خداوند. و واقعا چقدر زیباست این مسئله. البته اگه موافق باشی راش اینجا، ما قبل از اینکه بریم بیشتر در عمق مطلب، یک استراحتی بکنیم، برگردیم با بینندگان عزیز همراه باشی تا شما چایاتون رو بخورید، ما هم برمیگردیم. بینندگان عزیز، یک بار دیگه به شما سلام میکنیم و با ادامه برنامه همراه شما هستیم. خاله لوئیس جان، داشتیم در این مورد صحبت میکردیم، در مورد دعای حنا شما داشتیم صحبت میکردیم که دعا چقدر هدفمند بود و درش حتی قربانی بود و پسرشو در همون دعا، یعنی در واقع خواستشو به خدا گفت من یک پسر میخوام و اینکه من او رو به تو نذر خواهم کرد. یعنی این خیلی به قول معروف جای
بحث نه، خیلی جای شاید تشویق داره و میشه در موردش صحبت کرد که با وجود این که در قبل گفتیم با وجود این که این زن نازا بود و یه جورایی یه باوری داشت که من مادر نخواهم شد، ولی داشت با این باورش میجنگید و رفت در حضور خدا این فرزند پسر رو به من بده و من اینو به تو نذر خواهم کرد. جالبه، چیزی رو که سالها منتظرش بود و به خاطر این هدیه به قول معروف کلی حرف خورد و کلی توهین شنید و به حد دیگه اعتصاب غذا رسید. کلام خدا میگه ترشون میشه اصلا غذا هم نمیخورد. تا به این حد میرسید، خشمگین میشد، نمیدونم ترشون میشد، همه اینها. ولی در نهایت بهایی که برای این دعا داده، ما میبینیم یه چیز قشنگی که اگه تو این فرزند پسر رو به من بدی، من تا آخر عمر اینو به تو تقدیم میکنم. و میگه تیغ به موهاش نمیاد. این یک رسمی بوده رسم. وقتی بچه ای رو نذر میکردن به عنوان نظیره چیز میکردن، موهای سرش رو نمیتراشیدن، چیز نمیکردن. و ما میبینیم دقیقا این همین رو انجام میده. وقتی که بچه به دنیا میاد، سموئیل رو خدا بهش میده. سموئیل یعنی چیزی که مورد سوال، یعنی درخواست شده، یه چیزی که از خدا گرفته، با سوال یا درخواست از خدا گرفته. وقتی که سموئیل رو خدا بهش میده، به آرزوی خودش رسید. شما فکر کن سالها منتظری این بود، ولی چی کار کرد؟ میگه که به شوهرش اینو گفت که این وقتی که تا زمانی که شیر میخوره به اصطلاح میمونه. الغانه جالبه، برمیگرده میگه هر جوری که در دلت هست برای این مسئله انجام بدی، انجام بده، همکاری میکنه باهاش. خود الغانه هم میخواست پسرشو در واقع طریق حنا ببینی، چون این زن محبوبش بوده، حتما بچه های دیگرش رو دوست داشته. ولی جالبه این بچه چقدر استثنایی بوده نسبت به بچه های دیگه. وقتی خدا آرزوی داره، جواب دعای ما رو میده، آیا حاضر هستیم حقیقتا این رو برای قربانی بدیم به خدا؟ این به این معنا نیست که خدا دیگه اونجا واسطاده مثلا خیلی چیز، خب حالا این دادم بگیرم از واقعا اینجور نیست. خدا احترام میذاره. این به این معنا نیست که حالا تو دادی به من، برو تو هیچ کاره ای. نه، کماکان احترام، رابطه، اون برکت، اینها هست. من تو زیبایی کار در اینه. خداوند هر چه دارم از آن تو هست. تقدیم تو میکنم. و در واقع خب اون نذر کردن به خودم، سپردن به خدا، در واقع این هستش که یه نوع برکتی بود که واقعا حنا و الغانم برای خودشون در زندگیشون بود. و این سموئیل کسی شد که نه تنها شد فرزند برکت برای اونها، بلکه یکی از بزرگترین نبی انبیایی که هستش که در طول بنی اسرائیل بود، بله، آخرین نبی بود. و بعدش واقعا سموئیل نبی خیلی بزرگی بود و آخرین داور بود. آخرین داور، تنها داور بود که نبی هم بود و آخرین داور بود، چون بعد از این در واقع هم شاول رو مس کرد برای پادشاهی و بعد اون هم داوود رو به جای شاول برای پادشاهی. اسرائیل رفت در حکومت سلطنتی، از داوری در اومد. ولی این مرد، یعنی این پسر، در سن 6 سالگی اینطور که میفهمیم از کلام صدای خدا رو شنید، جایی که ایلی کاهن با اون سن پیرش سالها در معبد خدمت کرد، چون دوتا پسرش هفنی و فناس اگه اشتباه نکنم، یا ایلازر، یا همچی چیزی، این دوتا پسراش خیلی شرور بودن و سر مردم کلا میذاشتن و اینها، و این میدید و تعدیبشون، توبیخشون نمیکرد، کاری به کارشون نداشت. ولی میبینیم یه بچه 6 ساله میاد تو معبد، اولین شبی که این بچه رو گذاشتن اونجا، شب اولین بچه صدای خدا رو میشنوه. خدا یه همچین بچه ای داد به حنا. برای اینجاست که اگه یادتون باشه در نیمه اول ما گفتیم که بعضی وقتا بعضی از این چیزا برای این نیست که کسی گناهی کرده یا یه لعنتیه، برای اینه که جلال خدا ظاهر بشه، آشکار بشه. بله. از دادن سموئیل رو خدا از دور میدید. بله. نقش سموئیل، مقامش، دل سموئیل، و خدا دل حنا رو میدید. میگه حنا بد بچه، ولی صبر بکن سر وقتش. بله، دقیقا. و خیلی جالب هست، سموئیل باید در زمان مشخصش میومد و سموئیل، مادری که اون بچه رو به دنیا می آورد هم خب خیلی مهم بود. بله. در مورد حالا مریم هم توی این برنامه ها داریم، در مورد این که حالا به هر حال چطوری خود مریم انتخاب کرد، یوسف انتخاب کرد، به هر حال. پس می بینیم که حنا با اینکه ناامید بود، با اینکه یه جورای دل سرد بود، ولی یه جورای
جنگید. آره. و در آخر رفت از خدا اینو مصر بود و بله. گرفت و خدا هم در واقع پس نه فقط برای خودش گرفت برای قوم اسرائیل گرفت و در واقع خب شد برای ما هم الان، یعنی سموئیل هم زندگیش به هر حال کاری که کرد تأثیر روی برای نسل برای الان هم هست، یعنی فقط برای اون زمان نیست به هر حال تمام این تأثیراتش. ولی دوباره من میخوام اینجا توی یکی از برنامه ها حالا داریم در مورد احساس ها و باورها و انتخاب ها صحبت میکنیم که در واقع هدفمون این هستش که وقتی که ما شخصیت ها رو بررسی میکنیم ببینیم که از این هم تمام این شخصیت های کتاب مقدس از چالش هایی گذشتن و این چالش ها احساساتی رو در انسان و در اونها به هر حال بارور میکنه. بله. و خیلی از ما انسان ها دلیل این که خیلی وقتا میتونیم تو زندگی موفق باشیم یا نباشیم چگونه برخورد کردن این احساسات، چون این احساس ها در ما باورهای درست یا اشتباه رو دقیقاً به وجود میاره و سیستم فکری ما رو ممکنه تغییر بده. همونجور که مثلا در مورد موسی صحبت کردیم، موسی توی دربار مصر بود، یه سیستم فکری داشت ولی اون 40 سال یه جورایی اون رو از اونجا آورد بیرون از اون طرز فکر. برای حنا هم میتونست اینطور باشه، باورهایی که حالا حس حقارت، طرد شدگی، حس بی ارزشی و این باورهایی که خب شما اشاره کردی من مادر نمیشم، من بی ارزشم، شاید مثلا با خودش فکر میکنه نکنه لعنت الهی بر ما باشه، که اینطوری نبود، همه این شامل همه نمیشد و در واقع ممکن بود افراد اینو باور کنن، ولی تصمیم گرفت با تمام اینها تصمیم گرفت که دوباره تلاشش رو بکنه و رفت و میدونست که دیگه اینجا خدا باید دخالت کنه، پس انتخاب کرد که بره به حضور خدا و طبیعتاً با رنجش رفت، با گریه رفت. آره. ولی خدا اونجا بود که صدای خودش رو، صدای حنا رو شنید، با درد. گریه، با رنجش. آره. در زمانی که تعصب اعتصاب قضا کرده بود، دقیقاً تو این حال لج کرده بود یه جورایی، در حال بله دعایی رو تقدیم میکنه که میبینیم دعایی با هدف، دعایی پربها همونطور که قبلا گفتیم، ولی دعایی توش تعهدم هست و واقعاً به تعهد خودش وفا کرد، عمل کرد. دعایی بود که درش اعتماد و اطمینان بود. یه بچه 6 ساله رو دور از خانه و چیز، چون جایی که معبد بود اینها باید از اونجا میرفتن به رامه، میدونید چیز نبود، یکیش تو اگه اشتباه نکنم بیت لحم بوده، یکی به رامه یا در افرایم، از افرایم باید اینا میرفتن. در هر حال مسیری بوده که بچه اینقدر نزدیک نبود که مادر هر هفته بره سراغش، شاید سالی یه بار بچهشو میدید و همینطورم که میبینیم نوشته که براش سالی یه دونه از این عباهای چیز جبه میگن جالب، و براش میدوخت و براش میبرد بر اساس چینست. این زن آنچه که خدا بهش داد در واقع هر روز باهاش زندگی نکرد، هر روز جلوی چشش نبود. اون 6 سالگی رفت زمانی که دندوناش افتاد، اون موقع چیز نبود. وقتی این بچه فرم گرفت، تینیجر شد، به سن نوجوانی رسید، از نزدیک همه چیز رو شاهد نبود، چون راه‌ها به این آسونی نبود که بخواد هی تون تون همدیگر. میبینید یه لحظات شیرینی که از یه چیزی که خدا به داده یه مادر میخواد لذت ببره نکرد اینو و اینو قربانی کرد. و دعایی بود در که گفتم درش اعتماد و اطمینان بود به خدا، برای بقیه زندگی سموئیل اعتماد کرد. یه دعایی بود که ما میبینیم روح القدس باهاش دعا کرد. ما در عهد جدید نوشته که روح به ناله هایی که نمیشه بیان بکنه از درون ما با خدا صحبت میکنه. در دعایی که حنا تقدیم کرد یه همچین صحنه ای رو ما میبینیم، اینی که روح القدسه که داره باهاش دعا میکنه. و در نتیجه اون دعا چی میشه؟ خدا ازش تفقد میکنه، فرزند اولش سموئیل رو بهش میده و ما میبینیم که حنا با شادی، با خوشی، با میل خودش اینو به خدا تقدیم میکنه. و بعد پاداش خدا چی بود برای حنا؟ اینکه خدا فرزندان دیگه به آره، خدا شفا میده و 5 تا بچه دیگه خدا بهش میده.
واقعا زیبا هستش. مثلا ما باب دو، آره 100%، باب دوی همین کتاب اول سموئیل ما دعای شکرگزاری حنا رو میبینیم که حالت سرود داره. اونجا میبینیم با چه اطمینانی، با چه ایمانی داره این دعا و پرستش رو به خدا تقدیم میکنه. و نتیجه این زن با این چی، من مطمئنم تو اون فاصله ای که 6 سالی که سموئیل با این مادر بود، انقدر شکرگزاری پرستش در حنا به خاطر جواب دعاش قوی بوده که این بچه صدای خدا رو از سنین کودکی شنید. یعنی در یه محیطی بود که مرتب کار خدا، معجزات خدا از اینجور چیزا تو خونه صحبت میشه. بله بله. خب افرادی هم بودن که خب مراسم مذهبی براشون مهم بود دیگه. بله. پدرش همینطور هم توی بله. که برها شما گفتین اینها میرفتن به معبد سالانه. آره. چیز قشنگی رو شما اشاره کردید در مورد شفایی که این وسط صورت گرفت. نه تنها به نظر من شفای جسمانی صورت گرفت و حنا بچه های دیگه به دنیا آورد، بلکه یه شفای هویتی اینجا اتفاق افتاد. ببینید آنچه که در دعای حنا اتفاق افتاد، اول با حس حقارت و دل دیگه حسابی، آره اینطوری رفت ناامید، ولی وقتی که اتفاق افتاد جواب دعا رو داد، ما میبینیم دیگه حنا دعاشو که کم میگه دیگه ترشون نبود، رفت غذاشم خورد دیگه، بعد اون چیز نشد. یه شفای هویتی صورت گرفت و در ضمن شفای فیزیکی صورت گرفت، شفای جسمانی صورت گرفت، چون که دعاش از درد تولید شد به شادی ختم شد. واقعا زیباست. و یه اشاره بکنم، دعایی که شکرگزاری که حنا کرد در باب فکر کنم دوم هستش، خیلی از الهیدان ها میگن که اصلا این اون بطن خداشن، الهیات خداشناسی شناسی در اون بله، هستش. بله بله بله. یک نظم سیستماتیک، نظم خاصی داره این مسئله. کاملا درست اشاره کردید. ببینید من میخوام به بینندگان عزیز این رو بگم، بینندگان عزیز گرچه دعا ممکنه تأخیر بشه، همطور که گفتیم سموئیل سالها بعد داده شد به حنا، حنا صبر کرد. ممکنه الان دعایی که میکنید همون لحظه جواب بهش داده نشه، ممکنه سری نگیرید، یه هفته، دو هفته، یه سال، دو سال یه چیزی رو دعا کردید. مصر باشید در دعا، چون اگر دعایی که از درد تولید میشه 100% به شادی ختم میشه، اینطوری که ما اینو میبینیم. ما میبینیم که قربانی تسبیح و تشکر رو گذرون عزیزان، قربانی تسبیح و تشکر رو به حضور خدا بگذرونید، جوری رفتار کنید انگار جواب دعا رو گرفتید. دعای ما برای شما بینندگان عزیز اینه که حقیقتا جواب دعا شما به سرعت داده بشه، ولی اگر تأخیر شد کلام خدا میگه که صبر بکنید، اگر تأخیر هست در واقع به وقوع خواهد پیوست، در حبقوق اینو میگه. در حال برنامه ما به پایان رسید دوستان عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، تا هفته بعد خدمت شما خواهیم بود. خدا یار و همراه شما باشه.